سرخط خبرها. رئیس جمهوری آمریکا خواستار تعویق انتخابات آینده. ترامپ میگوید رأی‌گیری پستی باعث تقلب می‌شود. 26 استان ایران در وضعیت قرمز و هشدار شیوع کرونا. با این حال آزمون دکترا در 60 شهرستان برگزار شد. لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت. حجی متفاوت با زائران کم شمار. 1000 نفر به خاطر نقض مقررات ویژه کرونا جریمه شدند. و آزادی ده ها زندانی دولتی از سوی طالبان. این گروه میگوید روند رهایی زندانیان را طبق توافقنامه صلح با آمریکا امروز تکمیل کرده. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دقایقی پیش برای اولین بار رسما از به تعویق انداختن انتخابات ریاست جمهوری این کشور حرف زد. آقای ترامپ به رأی‌گیری پستی که روشی معمول در بسیاری از ایالت‌های آمریکا است اعتراض دارد و میگوید انتخابات باید به شکل صحیح، امن و ایمن برگزار شود. او در توییتر نوشته رأی دادن پستی منجر به پرتقلب‌ترین تاریخ انتخابات در تاریخ این کشور خواهد شد. بهمن کلباسی خبرنگارمون در نیویورک با ما اهمیت این صحبت آقای ترامپ که حرف از به تأخیر افتادن انتخابات میزنه چیه؟ بهمن، منتقدان آقای ترامپ بارها گفته بودن که تکرار این اعتراض به رأی‌گیری پستی شاید مقدمه این باشد که او یا در نتایج انتخابات تشکیک بکنه یا اینکه خواستار تعویق انتخابات بشه. و حالا برای اولین بار اون انتقاد و اون شک و شبهه که منتقدینش داشتن رو آقای ترامپ تایید کرد با طرح مسئله و حرف زدن از احتمال تعویق انتخابات. این در گذشته رخ نداده بود، تا به حال مشخصا شخص خود او در مورد تعویق حرف نزده بود. امروز صبح حدود 25 دقیقه پیش در این توییتر گفته است که رأی دادن پستی ممکن است به پرتقلب‌ترین، نه اینکه ممکن است، گفت به پرتقلب‌ترین انتخابات تاریخ آمریکا منجر خواهد شد و آیا بهتر نیست که در مورد تعویق فکر کنیم تا اینکه این مسئله حل بشه. و برای همین این رسمیت داد به اون نگرانی که مخصوصا بسیار از منتقدانش داشتن که اگر نظرسنجی‌ها نشان بدهد که آقای ترامپ عقب افتاده ممکن است دست به کارهای از جمله پیشنهاد تعویق انتخابات بده. چقدر اختیار قانونی داره برای چنین کاری آقای ترامپ؟ بسیاری از کارشناسان حقوقی خواهند گفت که این چنین اختیاری نداره، به خاطر اینکه از اساس انتخابات رو در آمریکا ایالت‌ها برگزار می‌کنند. دولت فدرال مستقیماً در هیچ بخشی از روندهای انتخاباتی نقش نداره، چه در تایید کاندیداهایی که باید برای در هر ایالتی باید یه سری مقدمات رو داشته باشن، از جمله که تعدادی امضا کننده ازشون حمایت بکنن و غیره، چه در منتشر شدن اسمشون بر روی برگه های رأی، چه در خود روند رأی‌گیری، چه ایالت هایی که پستی اجازه رأی میدن، چه ایالت هایی که اجازه رأی‌گیری زود هنگام میدن، و در نهایت شمارش آرا. هیچ کدوم از اینها دولت فدرال نقش نداره، برای همین مشخص نیست که آقای ترامپ به تنهایی بتونه انتخابات رو به تأخیر بندازه. ولی طرحش و به تبع با توجه که بسیاری از ایالت ها در آمریکا تحت کنترل جمهوری خواهان هستند، ممکن است به شدت به این نگرانی بیفزاید که مقدمات تشکیک در نتایج انتخابات رو خیلی جدی الان داره آقای ترامپ فراهم می‌کنه. متشکرم از تو بهمن کلباسی در نیویورک. در ایران به رغم هشدارها امروز کنکور دکترای تخصصی برگزار شد. برگزاری آزمون‌های سراسری ورود به دانشگاه‌ها هم که برای 3 هفته دیگر برنامه‌ریزی شده بسیاری را نگران کرد. همزمان یک گروه تحقیقاتی پزشکی با انتشار هشداری خطاب به رئیس جمهوری برآورد کرده که در صورت عدم رعایت محدودیت‌ها تعداد قربانیان کرونا در ایران تا روزی 1600 نفر افزایش یابد. طبق آمار رسمی طی شبانه روز گذشته بیش از 2600 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و 226 نفر جان باختند. کیوان حسینی گزارش می‌دهد. اگر کرونایی در کار نبود، این کنکور باید اواسط اسفند ماه سال گذشته برگزار می‌شد.
اما همه‌گیری کرونا موجب شد تا در آن روزها این امتحان برگزار نشود، در زمانی که بر اساس آمار رسمی متوسط تعداد مبتلایان به کرونا در یک روز حدود 500 نفر بود. حالا بعد از 6 ماه و چندین بار تعویق برپایی کنکور دکترای تخصصی، این آزمون در زمانی برگزار شد که روزانه حدود 2500 نفر در ایران کرونا می‌گیرند. نشانه ای از اینکه سازمان سنجش مصمم است سال تحصیلی پیش رو را برای دانشگاه‌های کشور بلا تکلیف نگذارد و به کسانی که بیشترین نمره این آزمون‌ها را می‌گیرند اجازه بدهد تا در دانشگاه ثبت نام کنند. تنها تفاوت کلیدی در مصاحبه‌هایی است که بعد از اعلام نتایج کنکور دکترا باید برگزار شوند. مصاحبه دانشگاه‌ها برای داوطلبان به صورت مجازی شده و نیازی به حضور داوطلب نیست. لذا ما چون برنامه زمانی مصاحبه مجازی با توجه به وضعیتی که هست احتمالاً فشرده‌تر خواهد شد، پیش بینی می‌کنیم که انشالله تا اواخر مهر ماه نتیجه قطعی رو اعلام کنیم. در آزمون امروز 175,000 نفر در 60 شهر شرکت داشتند. داشتن ماسک برای شرکت در کنکور الزامی بود و البته سازمان سنجش اعلام کرده بود چون از بازرسی بدنی و تحویل گرفتن وسایل خبری نخواهد بود، آوردن موبایل به جلسه امتحان ممنوع است و حتی یک موبایل خاموش هم موجب محرومیت خواهد شد. هشداری که سیاوش یزدانی بازیکن استقلال آن را جدی نگرفت و هم موبایلش را به سر جلسه برد و هم این عکس را در اینستاگرامش منتشر کرد. در نتیجه هنوز امتحان تمام نشده، سازمان سنجش اعلام کرد او از کنکور محروم شده. در همین روز تعدادی از آزمون‌های مدارس استعدادهای درخشان هم برگزار شد که مانند کنکور به نشستن داوطلبان برای ساعات متمادی در فضای بسته نیاز دارد. مسئله ای که مهمترین دلیل نگرانی ها از برگزاری این دست امتحانات است. به ویژه برای کنکور سراسری که ابعادش با آزمون های امروز قابل مقایسه نیست و اگر برگزار شود نزدیک به 1,400,000 نفر در سراسر کشور در آن شرکت خواهند کرد. که اگر در کنار مراسم عزاداری محرم برگزار شود، بر اساس پیشبینی مجمع انجمنهای گروه پزشکی ایران، رقم متوسط قربانیان کرونا تا 8 برابر وضعیت فعلی افزایش خواهد یافت. این مجمع امروز نگرانیش را به شکل مستقیم با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اینچنین در میان گذاشت. جدی دستورالعمل ها در 3 ماه آینده این آمار تا 1,600 مرگ در روز افزایش خواهد یافت. عزاداری و مراسم مذهبی در اجتماعات و گروه‌ها به علاوه تجمعات بزرگ مثل کنکور بدون رعایت شرایط لازم باید اکیداً ممنوع گردیده و بر ممنوعیت آن نظارت جدی و انضباطی اعمال گردد. بر اساس آمار رسمی تاکنون بیش از 16,600 نفر در ایران بر اثر کرونا جانشان را از دست دادند و تعداد مجموع مبتلایان نیز از مرز 300,000 نفر فراتر رفته، اما همچنان از ممنوعیت کامل عزاداری محرم یا لغو برگزاری کنکور سراسری خبری نیست. کیوان حسینی، بی بی سی. در دومین روز حج امسال مقام‌های عربستان می‌گویند تا به حال حدود 1,000 نفر را به خاطر عدم رعایت مقررات بهداشتی ویژه جریمه کردند. حج امسال برای کنترل شیوع ویروس کرونا با تعداد بسیار کمتری از زائران برگزار می‌شود و به شرط رعایت قواعد بهداشتی. حتی سنگریزه‌هایی که برای مراسم رمی جمرات آن استفاده می‌شود ضد عفونی شدند. کسرا ناجی در گزارشش می‌گوید عربستان برای حفظ جان زائران و جلوگیری از گسترش ویروس کرونا امسال هزینه سنگینی متحمل شده. روز دوم مناسک حج در دوران کرونا در مسجد نمره عرفات در حومه شرقی مکه. گفته می شود پیغمبر اسلام آخرین خطبهش خطبه حج را اینجا خواند. توقف در اینجا یکی از مناسک حج که امسال به علت شیوع ویروس کرونا با فاصله گذاری اجتماعی و به شکلی بسیار محدود برگزار می شود. لبیک اللهم لبیک. 15 کیلومتر آن طرفتر در مرکز مکه امروز متصدیان پوشش تازه کعبه را بر روی آن انداختند. یکی دیگر از رسوم سالانه. عربستان یکی از مراکز حاد شیوع ویروس کرونا در خاورمیانه است. با بیش از 2,700 فوتی. پاندمی کرونا امسال مقام های این کشور را متقاعد کرده که اگر مراسم را تعطیل نکنند باید آن را بسیار محدود برگزار کنند.
دیروز اینجا در اولین روز مراسم پنج روزه حج زائران با فاصله گیری اجتماعی با ماسک و نظم بی سابقه ای دور کعبه را طواف کردند. حج برای خیلی از زائران اینجا تجربه است فراموش نشدنی. این زن از اندونزی میگوید این توفیق را داشته که قبل از بازگشتش از عربستان به کشورش برای همیشه به زیارت بیاید با ماسک و فاصله گیری. و این مرد میگوید اینکه توانسته است یکی از معدود زائران امسال باشد شاید خواست خدا باشد. زائران باید قبل و بعد از مراسم تست کرونا بدهند و بعد هم قرنطینه شوند. مقام های عربستان گفتند که تا حد اکثر 10,000 نفر در حج امسال شرکت می کنند که همگی از ساکنان خود عربستان هستند و از ملیت های مختلف. این در مقایسه با به طور متوسط 2.5 میلیون نفر که در سالهای اخیر هر سال به زیارت حج آمدند. تدابیر بهداشتی شدید است و مقررات رعایت آنها سخت گیرانه. در روز اول مراسم نزدیک به 1,000 نفر به علت نقض این مقررات جریمه شدند. هر کدام نزدیک به 2,500 دلار تقریبا. عربستان با برگزاری حج امسال هم مراسم را برگزار کرده و هم جان اتباعش و زائران را حفظ کرده است. البته با ضرر و هزینه زیاد. در سال 2016 که 2.5 میلیون زائر به حج آمدند، درآمد دولت 12 میلیارد دلار بود. چیزی که امسال عربستان از خیر آن گذشته. رقمی بزرگ حتی برای عربستان در دوران رکود و سقوط قیمت نفت. کسرانجی بی بی سی. حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب از واشنگتن با ما هستن تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای هاشمیان، تصمیم آسانی نباید بوده باشه برای عربستان برگزاری مراسم حج امسال. چطور به این نتیجه رسیدن که این مراسم رو برگزار کنند؟ بله، همونطور که شما اشاره کردید و گزارش خوب آقای کسرانجی، من معتقدم که تصمیم خیلی سختیه، یکی از لحاظ اعتقادی و اعتقاد مردم، و دیدیم در همین گزارش که چگونه افراد اعتقاد داشتن که بایستی در این مراسم شرکت کنند. و دوم از لحاظ اقتصادی که درآمدی بیش از 6 میلیارد دلار برای سعودی این مراسم در بر داشته، ولی الان از این درآمد گذاشتن و علاوه بر این هزینه های جدیدی رو متحمل شدن تا بتونن اون موج گسترده گسترش کرونا در داخل کشورشون رو بگیرن. عربستان حدود 180 هزار نفر تا حالا مبتلا شدن به این بیماری و بنابراین اگر این مراسم رو با حضور 3 میلیون که عادتاً حدود 3 میلیون نفر سالیان برگزار میشد، در واقع یک انفجار گسترش این بیماری نه فقط در داخل سعودی بلکه در کل جهان اسلام و به اعتقاد من در کل دنیا گسترش پیدا میکرد. بنابراین اینها تصمیم عاقلانه گرفتن، یک بر ضد اون چه که معتقدن و تونستن اون چه که در میان مسلمان رایجه در مورد ارزش حج اونو به هر حال بقبولونن که بایستی امسال این مراسم در نظر گرفته نشه و سلامت مردم مهمتره، و مسئله دوم مسئله اقتصادی. متشکرم از شما حسن هاشمیان کارشناس مسائل جهان عرب از واشنگتن با ما. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس جمهوری آمریکا خواستار تعویق انتخابات ریاست جمهوری این کشور شد. دونالد ترامپ گفته رأی‌گیری پستی باعث تقلب می‌شود. وزارت بهداشت ایران میگوید 26 استان در وضعیت قرمز و هشدار شیوع کرونا است. همزمان آزمون دکترا در 60 شهرستان برگزار شد. در ادامه برنامه، بحث در پارلمان اسرائیل با نماینده توییتر درباره پست‌های ضد اسرائیلی آیت الله خامنه‌ای.
به گفته مقامات‌های سازمان ثبت اسناد و املاک ایران، حداکثر 5 هکتار از مناطق کوه دماوند وقف شده بود. این در حالی است که سازمان اوقاف مدعی هزاران هکتاری است که در طول سال‌های گذشته مراتب و معادن آنها را اجاره می‌داده و کسب درآمد می‌کرده. این مناطق در پلاک‌های 68 و 69 واقع شدند. پلاک 69 جزء اراضی ملی شد، ولی مشخص نیست آیا این پلاک شامل مناطقی می‌شده که سازمان اوقاف آنها را اجاره می‌داد یا نه. سیاوش اردلان این پرونده را دنبال کرده. الان با ماست. اطلاعات پراکنده و گاهی ضد نقیض از طرف مقامات مختلف داده شده. الان چه مقدار از منطقه کوه دماوند جزء اراضی ملیه و چه مقدارش متعلق است به سازمان اوقاف؟ سیاوش، دقیق نمیدونیم، برای همین هستش که اطلاعات اینقدر پراکنده و مغشوش است. اما اون چه که میدونیم این هست که هزاران هکتار از منطقه کوه دماوند الان در مالکیت سازمان اوقافه و برخلاف اون چه که دیروز تصور میشد و خیلی از اهالی جامعه مدنی و جامعه زیست محیط ایران رو خوشحال کرد، پلاک هایی که متعلق به سازمان اوقاف هست به دولت برنگشته. ما تنها ساعتی پیش خبردار شدیم که یکی از این پلاک ها، پلاک 69، الان به دولت برگشته و جزء اراضی ملی است. اما مهمتر از اون این هست که یکی از مقامات سازمان ثبت اسناد خواسته یا ناخواسته یک اطلاعات خیلی جالبی رو منتشر کرد درباره اینکه در سالهای خیلی دور فقط 5 هکتار از منطقه کوه دماوند وقف شده بود، اما نمیدونیم کی و کجا سازمان اوقاف موفق شد که سندی رو که شامل هزاران هکتار از این منطقه میشه، پلاک 68، 69 و همینطور 35 و 37 رو به اسم خودش سند بزنه و در طول این سالها از معادن و مراتع اونجا بهره برداری و کسب درآمد کنه به این شکل که اونها رو اجاره بده، مخصوصا یک معدن پوکه که منبع درآمد بسیار زیادی برای سازمان اوقاف بوده. حالا الان فعالان محیط زیست و همینطور سازمان جنگل ها پیگیر این هستن که اولا شفافیت ایجاد بشه، وسعت هر کدوم از این مناطق و پلاک ها روشن بشه و در مرحله دوم اینها رو برگردونند به مالکیت دولت و سازمان جنگل ها. الان هدف دولت و فعالان محیط زیست دقیقا چیه و با چه موانعی روبرو هستند؟ مانع اول خب خود سازمان اوقاف هست که نمیخواد از این مناطق بگذره. در داخل خود سازمان اوقاف یه عبارتی هست به اسم موقوف خاری و اونها وظیفه خودشون میدونن که مقابل موقوف خاری بیستن. اونها هم قبول دارن و در صحبتاشون میگن اراضی ملی وقف شدنی نیست، ولی وقتی میرسه که میگن خب این اراضی پس چه شدن که در دماوند شما مالک شدین، میگن این اراضی موقوفه هستند. فعالان محیط زیست و دولت الان در پی این هستن که به یک صورتی کلیه اراضی که ملی اعلام شدن اینها رو وقف شدنی نکنه، یعنی اصلا قابل وقف ندونن و از دست سازمان جنگل ها در بیارن. ما الان فقط دو پرونده رو خبر داریم، یکی پرونده کوههای دماوند و همینطور پرونده جنگل های آقمشهد در ساری که اینها الان متعلق به سازمان اوقاف هست، ولی صدها هزار هکتار از اراضی طبیعی ایران هم هست که اونها هم الان وقف شدن و در مالکیت سازمان اوقاف هستند و الان به جای اینکه فعالان مدنی بخوام مورد به مورد سر هر کدوم از این پرونده ها بخوام مطالبه گری کنن، در پین هستن که کلن بتونن تمام اراضی که ملی هستن رو وقف کنن. ممنونم از سیاوش اردلان. گروه طالبان گفته بر اساس توافقنامه صلح این گروه با آمریکا، امروز با رهایی 79 زندانی دولت روند آزادی 1000 زندانی را تکمیل کرده. این گروه مدعی است که پیش از این 921 زندانی را رها کرده بود که با رهایی زندانیان امروز شماره 1000 نفر که در توافقنامه صلح این گروه با آمریکا آمده تکمیل شده. طالبان از دولت خواسته تا پایان عید زندانیان آنها را آزاد کند. دولت هنوز واکنشی نشان نداده، اما پیش از این گفته بود که اکثر زندانیانی که از سوی طالبان رها شدند غیر نظامی هستند، در حالی که قرار بود این 1000 زندانی نظامیان اسیر شده باشند. جعفر مهدوی دبیر کل حزب ملت افغانستان از کابل با ما هستند. آقای مهدوی، به نظر شما تا آخر عید آیا دولت هم این روند رو همونطور که طالبان خواسته تکمیل خواهد کرد؟ خب امیدواری ها طی روزهای اخیر افزایش پیدا کرده، با توجه به اینکه ما دو سه کد مثبت را شاهد هستیم که فکر میکنم امیدواری ها را افزایش داده. یکی که میزان اختلافات در درون تیم حکومت یا نظام سیاسی افغانستان کاهش پیدا کرده، امیدواری ها سری که دکتر اشرف غنی رئیس جمهور و آقای عبدالله رئیس شورای مصالحه
میتونن به تفاهم برسن و زودتر شورای عالی مصالحه فعال شود. یک موضوع دیگه که آقای رئیس جمهور اعلام آمادگی کرده که تعداد 5000 زندانی را تکمیل میکنه، طالبان هم امروز 79 نفر را آزاد میکنه. من فکر میکنم که ما به زودی با توجه به کدها میتونیم شاهد آغاز گفتگوهای بین الافغانی بین تیم حکومت افغانستان و طالبان باشیم. پس شما فکر میکنید که خشونت ها فروکش خواهد کرد و این آتش بس موقتی که ازش چند روز ادامه پیدا کرده ادامه پیدا کنه و مذاکرات شروع بشه؟ از منابع غیر رسمی شنیدیم که طالبان هم گفتن که اگر 5000 زندانی از اونها تکمیل آزاد شود اونا سطح خشونت ها رو کاهش پیدا میکنه. من حتی شنیدم که با آغاز گفتگوهای بین الافغانی این امیدواری وجود داره که از طرف هیئت حکومت افغانستان حتی بحث آتش بس مطرح میشه و شاید که در جلسات دوم یا سوم طالبان با بحث آتش بس هم موافقت بکنه. فکر میکنم در طول دو سه روز اخیر یک سلسله اتفاقاتی افتاده که در مجموع خوشبینی ها را در ارتباط با پیشرفت روند صلح افغانستان افزایش داده و ما امیدوار هستیم که حکومت افغانستان هم جایگاه واقعی خود در روند مذاکرات صلح افغانستان پیدا بکنه، بدون یک جایگاه به رسمیت شناخته شده برای حکومت افغانستان در این مذاکرات. من فکر میکنم که روند مذاکرات صلح که بین آمریکا و طالبان به امضا رسیده چانس موفقیتی چندانی نخواهد داشت. کوتاه اگر بفرمایید آقای مطلبی، این روندی که 10 روز قرار بود طول بکشه 4 ماه طول کشید، الان فکر میکنید مذاکرات چقدر زمان ببره؟ خب مذاکرات پیچیده است. یک روایت ما میشنیم 3 ماه، اما باور ما است که حداقل کمتر از 1 سال این نتیجه نمیده. ضمن که دلیل این افزایش خشونت ها می بود که حکومت افغانستان تقریبا جایگاه و نقش در این مذاکرات تعریف نشده بود و آهسته آهسته فکر میکنم که هم طالبان و هم ایالات متحده آمریکا به این جنبندی میرسه و جامعه جهانی که حکومت افغانستان یک طرف جنگ اصول افغانستان است و باید که جایگاهش به رسمیت شناخته شود و عملا بتونه نقش تاثیرگذار داشته باشه. ممنونم از شما جعفر مهدوی، دبیر کل حزب ملت افغانستان در کابل. قطع شدن تماس 5 معترض دیماه سال 1396 ایران که در زندانی در اصفهان نگهداری می‌شوند باعث نگرانی خانواده‌ها و سازمان‌های حقوق بشری شده. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران می‌گوید تماس این 5 زندانی که گفته می‌شود به اعدام محکوم شده‌اند قطع شده و مسئولان زندان و مسئولان قضایی پاسخی به نگرانی خانواده‌ها نمی‌دهند. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران درباره نگرانی از وضعیت این 5 زندانی بیشتر به ما گفت. به خاطر عدم شفافیت در سیستم قضایی جمهوری اسلامی و سابقه اعدام‌های مخفیانه به خصوص در پرونده‌های سیاسی، طبیعیه وقتی که تماس خانواده ناگهان قطع میشه این نگرانی به وجود میاد که شاید احکام اعدام اجرا شده باشند و متاسفانه مسئولین زندان و مسئولین قضایی هیچ گونه پاسخگویی نداشتن، هیچ رسانی نداشتند و این خانواده همچنان نگران هست. منابع مطلع به ما اطلاع دادن امروز که یکی از این زندانیان موفق به دیدن خانواده شده که این در واقع تا حدی نگرانی رو رفع کرده که این احکام اجرا نشدند، ولی هنوز هیچ جواب قاطعی از طرف مسئولین نیومده و تا وقتی که احکام اعدام برجاست احتمال اجرای اونها هم وجود داره. کلیات این پرونده ها باعث شده که باعث نگرانی سازمان های حقوق بشر از جمله سازمان شما شده. میشه بیشتر در مورد نگرانی خود سازمان خودتون بگید؟ کلن این 5 نفر که در رابطه با اعتراضات دی ماه 96 در خمینی شهر دستگیر شده بودند در یک پرونده به نظر ما عجیب به اعدام محکوم شدند، دسترسی به وکیل انتخاب منتخب خودشون نداشتند و به محاربه و برق متهم شدند و هرچند که در دادگاه این افراد به قاضی گفتند که اعترافاتی که ازشون گرفته شده تحت فشار و شکنجه بوده، ولی قاضی هیچ توجهی به این
صحبت‌های این افراد نکرده و چیزی که ما رو نگران می‌کنه این هست که حکومت از اونجایی که نگران اعتراضات جدید هست سعی می‌کنه با احکام اعدام و شاید حتی اجرا کردن چنین احکامی باعث وحشت در جامعه بشه و از اعتراضات جدید پیشگیری کنه و این ما رو نگران میکنه، چون که من فکر میکنم که اگر یک سیستم قضایی تا حدی عادلانه داشتیم این احکام لغو میشدند و این افراد میتونستند دوباره محاکمه بشند با وکلایی که خودشون انتخاب. گفتگویی بود با محمود امیر مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران. یک نماینده توییتر با حضور مجازی در یک کمیته پارلمانی در اسرائیل به سوال‌های در مورد نحوه برخورد این شبکه اجتماعی با توییت‌های رئیس جمهوری آمریکا و رهبر ایران پاسخ داده. در این جلسه این سوال مطرح بود که آیا رفتار توییتر در برخورد با رهبران سیاسی یکسان بوده یا تفاوت داشته است؟ سوال من ساده است. شما اخیراً روی توییت‌های دونالد ترامپ برچسب خاصی می‌ذارید. چرا همین کار رو با توییت‌های آیت الله خامنه‌ای ایران نمی‌کنید که به طور مشخص خواهان نسل‌کشی یهودیان اسرائیل میشه؟ سیاست ما درباره رهبران اینه که صحبت با دیگر چهره‌های سیاسی، نظر دادن درباره مسائل سیاسی روز یا رجزخانی درباره سیاست خارجی و مسائل سیاسی و اقتصادی در کل نقض قوانین ما نیست. یعنی مشکلی نداره کسی در توییتر خواستار نسل‌کشی بشه، اما صحبت درباره وضعیت سیاسی در بعضی از کشورها نقض قوانینه؟ اگر رهبر کشوری قوانین ما را نقض کنه اما دلیل مشخصی برای نگه داشتن توییتش وجود داشته باشه، ما یه هشدار روی اون توییت قرار میدیم که توضیحاتی رو درباره اینکه این نقض قوانین ماست ارائه میده و به مردم این امکانو میده که اگر بخوان این توییت رو ببینن روش کلیک کنند. درباره یه توییت ترامپ هم همین اتفاق افتاد. اون توییت نقض قوانین ما در ارتباط با حمایت از خشونت بود. خط آخر توییت به یک حادثه تاریخی اشاره می‌کرد و ممکن بود الهام بخش اقدامات مشابه بشه و به کسی آسیب برسه. با این حال چون مصلحت عمومی این بود که توییت باقی بمونه، ما تصمیم گرفتیم حذفش نکنیم، اما یک هشدار روش قرار بدیم تا کمتر دیده بشه. چون مهمه که شهروندان بدونن چهره‌های سیاسی کشورشون چی دارن میگن و ازشون بخوان که در مورد حرفایی که در فضای مجازی میزنن پاسخگو باشن. این خیلی مهمه. من فکر میکنم مثالهای مختلفی که اینجا مطرح شده نشون دهنده وجود استانداردهای دوگانه است. من از توییتر و دیگر شبکه‌های اجتماعی میخوام که مطمئن بشن این استاندارد دوگانه از بین بره. این وظیفه شماست و باید در این باره پاسخگو باشید. این تقدیم رسیم پایین این بخش خبر. ممنون از همراهی شما.